به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام و درود بر شما. مسابقه مسیر پرواز و بچه هایی که از مدرسه برهان شهریار تشریف آوردن، به افتخار خودتون لطفا. مسابقه ما 4 تا شرکت کننده داره، یعنی به جای اون 4 تا صندلی خالی قراره که 4 نفر اینجا بنشینن، دانش آموز هستن. مسابقه ما کاملا یک مسابقه هیجان انگیزه که جوایز نفیسی داره و جوایزی که پولم توش هست. و اما 2 تا داور داریم که امشب افتخار دارم دعوت کنم از جناب آقای دکتر حنیف افخمی، کارشناس درس ادبیات. حنیف افخمی، کارشناسی ارشد و دکترای ادبیات از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. برجستش میکنی، از بد جداش میکنی، روش مثله میریزی. وایسا ذهنتو پراکنده نکن، خود کنکور انقدر استرس داره، ذهنتو پراکنده نکن. سلام، درود بر شما، بفرمایید. و جناب آقای دکتر مهدی صالحی راد، کارشناس درس شیمی. مهمترین فصل مهدی صالحی راد، دکترای شیمی معدنی. ساختار نیست کلید موفقیت در فصل 4. خیلی تمرین کن فصل 4. به جرأت مهمترین فصل شما را شیمی دو فصل ایتس آن ایتان شیمی دو رو بخواهیم به من میتونه بگار افزیات فرامون. سلام، اراده است. خب ما 4 تا شرکت کننده که دوست بچه‌ها هستند و اومدن اینجا و قراره که یک رقابت بسیار بسیار جذاب رو با هم داشته باشند. آماده این مسابقه رو شروع کنیم؟ پس چرا من صدای تشویق شما رو نمی‌شنوم؟ متشکرم. و اما 4 تا شرکت کننده، سرکار خانم هانیه خلیلی. خانم خلیلی خیلی خوش آمدید به مسابقه مسیر پرواز. سرکار خانم فائزه حنیفه لو رو تشویق بفرمایید. و سرکار خانم زهرا مقصودی رو تشویق بفرمایید. و همچنین سرکار خانم سحر کابوسی رو تشویق بفرمایید. و 4 نفر شرکت کننده آمدند اینجا و قراره که بنشینن لطفاً برای اینکه ما مسابقمون رو آغاز کنیم. بفرمایید بنشینید، خواهش میکنم. شمایی که در منزل نشستید و دوست دارید که در هیجان این مسابقه همراه باشید و با ما باشید، فقط کافیه که تلفن همراهتون رو دستتون بگیرید و در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید که هر شب به 4 نفر 150,000 تومان و در ماه به 1 نفر 2,500,000 تومان جایزه میده. در این قسمت هر سوال 50 امتیاز داره و آغاز میکنیم با جناب آقای دکتر حنیف افخمی، کارشناس درس ادبیات. آقای دکتر سلام، حالتون چطوره؟ سلام، خیلی ممنونم. شما چطور هستید؟ من عالی هست. خیلی خوب. سلام از میام خدمت شما، همه بینندگان عزیز، حضار در جلسه و امیدوارم که مسابقه بسیار جذابی داشته باشیم. انشالله. میشنویم سوال ها رو. خب یک سوال املا رو مطرح کنیم. بله. در کدام بیت غلط املایی یافت میشود؟ بعض نقش لفظ های مثنوی صورت های زال است و هادی معنوی. گزینه 1. گزینه 2. در هوا چون بشنود بانگ سفیر، از هوا آید شود اینجا اسیر. گفت گزینه 3. گفت لابد درد را صافی بود، زین دلالت دل به صفوت می رود. گزینه 4. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا زماست. گر غریبی آیدت فردا زماست. اونم میگه صورتش زال است و هادی معنوی، لفظم که اونجوریه. و زمانتون داره تموم شد. بچه زود باشید انتخاب کنید یه گزینه رو. و زمانتون تموم شد. بچه ها حتما یه گزینه رو انتخاب کنید، حتی اگه جوابش رو نمیدونید، برای اینکه نمره منفی نداره. سوال دوم لطفاً 50 امتیاز داره. خب که این شد گزینه 1 جواب. بله، پاسخش گزینه شماره 1 بود. خب سوال بعدی تو حوزه تاریخ ادبیات پیشه. امیل زولا پیرو کدام مکتب است و چه چیز را اصلی ترین شرط نویسندگی میداند؟ طبیعت گرایی، تخیل، ناتورالیست واقع‌بینی. رئالیست واقع‌بینی رو به جای تخیل قرار میدهد، ناتورالیست تخیل رو به جای واقع‌بینی.
بله. و اما من فقط بگم که این طبیعت‌گرایی احتمالا همون ناتورالیست نمیدید. بله بله. بله زمانتون داره تموم میشه و زمان شما تموم شد متاسفانه و میبینیم که زبدر قرمز زیر هر عکس، یعنی این که پاسخ درست ندادن و جواب ما بود گزینه دوم. بفرمایید، خواهش میکنم سوال سوم رو بفرمایید. سوال سوم میریم در حوزه دستور زبان، در کدام عبارت متمم اسم وجود دارد؟ عنصری برخلاف فرخی به جای تغزل بیشتر به وصف میپردازد؟ گزینه یک. گزینه دو، واژگان و تعبیرهای مناسب و برگزیده به نوشته ارزش هنری میبخشد؟ گزینه سه، در شعر اسدی حس دینی و علاقه به مبنای اسلام بر همه چیز غلبه دارد؟ گزینه چهار، ناصر خسرو نتیجه تأملات فلسفی خود را در آثاری به نثر استوار فارسی بر جای گذاشت؟ بله. بچه ها زمانتون شروع می شود و سریع پاسخ بدید تا من راهنماییتون کنم. عالی بود پاسخاتون و نمیگم که چه کسی چه جوابی داد، فقط منو بیننده ها می دونیم و گزینه صحیح بود گزینه شماره 3. و سوال بعدی رو بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی خوب، ببینید بچه ها، ندارده ها وجود ندارده، این ندارده من دوباره تأکید میکنم چشم خط کشیدیم در بیت مکن ای بم که می کاهم چو ماه از تاب مهر او، که گر ماهی تب هجرش کشد کوهی شود کاهی. یک، کنایه تشبیه تضاد. دو، استعاره ایهام حسن تعلیل. سه، مجاز تناقض حسامیزی. چار، ایهام تناسب تشخیص مراعات نظیر. بسیار خوب، زمان بچه هام شروع میشه. زمان لطفاً آغاز شود، کمی زمان براشون بیشتره، بخواد میگه سوالم سخت داره. دوتاتون جواب غلط دادید، به هم نگاه نکنید بچه ها، سعی کنید به مانیتورتون نگاه کنید. دوتاتون جواب غلط دادید، سریع عوض کنید بچه ها جوابتون رو. سهتاتون جواب غلط دادید، زود باشید عوض کنید. و بچه ها هر چهار نفر متاسفانه پاسخ غلط دادید به این سوال. من که دارم بهتون میگم که گزینه رو عوض کنید، میتونید گزینه رو عوض کنید، به حرف من گوش بدید. به من بچه ها اعتماد ندارم. درست میشه. بله بفهمید. سوال آخر رو بریم. یک سوال قرابت معنایی. بله. و گزینه سه صحیح بود در سوال پیشین. عبارت عشق چون آتش است که پنهان نمیماند، زیرا هرچه عاشق در راز پوشی بکوشد، باز نگاه دلیدش از سر زمین خبر میدهد، با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟ آواز دهل نهان نماند، در زیر گلیم و عشق پنهان. این گزینه یک. گزینه دو، شود از پرده پوشی درد و داغ عشق رسواتر، ز شمع زیر دامن از گریبان دود میخیزد. گزینه سه، در دل سچاک راز عشق پنهان داشتن، در قفس برق جهانسوز از نیستان کردن است. و گزینه چهار، حتی در پرده شب راز دل عشاق است، کان نفس جز به قیامت نه همانا شنوند. بسیار خوب، زمانتون آغاز می شود. جواب سوال به نظر من بسیار ساده است و جالبه که کلمه عشق و حالا کلمات ترکیبی با عشق میتونه بچه ها رو گمراه کنه، چون در هر چهارتاش هست ولی یه جواب هست که اصلا مفهوم اون چیزی که اونجا گفتن نداره و زمانتون تموم شد. خوبه. و گزینه شماره 4 بود پاسخ. منم جوابشو میدونستم، یعنی متوجه شدم. خب و اما بچه‌ها به این 5 سوال جواب دادید. ما امتیازها رو میبینیم الان، کارنامه شما رو میبینیم، ولی شما نمیدونید که بغل دستیاتون چجوری جواب دادن.
ببینیم که چه سوالی برای تحلیل انتخاب شده. مکن عیبم که میکا همچو ماه از تاب مهر او، که گر ماهی تب هجرش کشد کوهی شود کاهی. ببینید بعضی تستا هست طرحش خیلی سخته، یعنی باید یه بیت پیدا کنید که یک عالمه آرایه داشته باشه و یه دونش غلط باشه. یعنی برای جواب دادن به این تستا کافیه که شما از یک تا چهار همه آرایه ها رو بخونید. مثلا بگید کنایه، تشبیه، تضاد، استعاره، ایهام، حسن تحلیل، مجاز، تناقض، حسامیزی، ایهام، تناسب، تشخیص، مراد تنظیر. اگه بشه بریم روی اسلاید بعدی. بله خیلی راحت، قرار نیست من همه آرایه ها رو پیدا کنم، ببینم که توی این بیت فقط یک آرایه وجود نداره و اونم حسامیزیه. اتفاقا طراح تست سخت کار نکرده، اومده قشنگ حسامیزی رو یادت داده. اومده حسامیزی رو چیه؟ یادت داده که این نداره، آرایه خیلی معروفیه. روش رد گزینه یه روشی که ما تو دیویدیامون سه تا دیویدی آرایه بیشتر داریم، سه تا دیویدی آرایه داریم، اینو به راحتی ما به بچه‌ها درس دادیم. حالا اگه بشه بریم اسلاید بعدی رو ببینیم من ممنون میشم. اما اغلب تستای کنکور اینجوری میاد که کدام گزینه آرایه بیت فلان رو به درستی بیان کرده. در این حالت تو سه تا گزینه غلط وجود داره، یعنی تست کنکوری که ما اینجا مطرح کردیم تست آسان‌تریه. بریم رو اسلاید بعدی. ببینید ابتدا بیت رو بخونید و بعد چهار تا گزینه رو سریع بخونید، خب اون وقت تو هر گزینه یه غلط پیدا کنید، تو هر گزینه یه غلط پیدا کنید، اون میشه جواب تست. دنبال جواب کامل نگردید، دنبال سه تا گزینه غلط بگردید. متشکرم لطفتون. کسانی که دوست دارن از مسائل آموزشی و دیویدی های آموزشی پرواز استفاده کنن، کافیه که به شماره تلفن 021-22-69-10-10 زنگ بزنید و تقاضا کنید که این دیویدی ها رو برای شما بفرستن، و یا سامانه پیامکی 3008 عدد 99 رو پیامک کنید، و یا به سایت www.parvaz99.ir مراجعه کنید و اونجا اطلاعات دقیقی کسب کنید. قسمت بعدی سوالات مربوط به درس شیمی توسط جناب آقای دکتر صالحی راد. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام آقای مولانی های عزیز، امروز سوالات شیمی 3 رو برای بچه آوردیم. واقعا هم سوال آسونه، من فکر کنم که یک کم دقت کنن ادبیاتو به نظرم خوب داشتن جواب میدن. بله یک کم دقت کنن حتما سوالا رو جواب میدن. خب سوال اول رو بخونیم. بفرمایید، خواهش میکنم. میگه در کدام دو واکنش گاز کلور آزاد می شود؟ MnO به اضافه HCl، KClO3 تجزیه بشه، HCl به اضافه Na2SO3 و تجزیه SO2Cl2. بسیار خوب، زمانتون آغاز دو میشه. دو تا واکنشه که گاز کلور آزاد خواهند کرد. سوال ساده ای هم هست. بله، زمانتون آغاز شد بچه ها، و سریع جواب بدید تا من راهنماییتون کنم. هیچ کس جواب نداد و متاسفانه داریم جوابا رو میبینیم که گزینه صحیح بود گزینه شماره 4. سوال دوم رو با هم میبینیم لطفا. اما سوال دوم میگه در واکنش، این واکنش که میبینن بچه ها، این اول بگید از چه نوعیه و نسبت ضریب مولی فراورده به مجموع ضریب های مولی واکنش دهنده ها در معادله موازنه شدهش برابر چنده؟ بسیار، زمان بچه ها آغاز میشه برای اینکه به این سوال پاسخ بدن، و داریم میبینیم که این زمان تقریبا زمان بیشتریه به خاطر اینکه بچه ها بتونن محاسبه کنن و فکر بیشتری کنن. بچه ها دو نفرتون غلط زده، عوض کنید دیگه، دست نزنید به هیچی. خب تیک سبز یعنی درست جواب دادم، متشکرم. گزینه صحیح بود گزینه شماره 1. متشکرم بچه هایی که از مؤسسه آموزشی برهان آمدند. بفرمایید سوال سوم. اما سوال سوم
در کدام واکنش فراورده گازی تشکیل نمی شود گاز تشکیل نشه؟ کربونه به اضافه H2O، روی به اضافه H2SO4، MnO2 به اضافه HCl و NADOCO2 و H2O. متشکرم. زمانشون شروع میشه. آقای دکتر چرا اون بالایی رو گفتید H2O، پایینی رو گفتید H2O؟ H و H فرقی با هم نمی‌کنه. H زبان انگلیسیشه، H زبان شیمیاییشه. بله. فکر کنم شاید فرق. نه نه فرق خاصی نمی‌کنه. بسیار خب، زمان تموم شد بچه‌ها. و امتیازات شما هم داره جابجا میشه و متاسفانه به زودی با یکی از شما خداحافظی میکنیم و گزینه صحیح بود گزینه شماره 4. سوال بعدی لطفاً. اما سوال بعدی رو بخونیم. واکنش سدیم سولفات با باریوم نیترات اول میگیم از چه نوعیه که در آن ترکیب نامحلول تو آب تشکیل میشه یا نمیشه و مجموع ذرایب مولی مواد در معادله موازنه شدهش برابر چیه؟ پس ترکیب میشود چیش؟ ترکیب نمیشود چیش؟ جابجایی دوگانه نمیشود 5 و جابجایی دوگانه میشود 5. زمان بچه ها آغاز میشه برای اینکه به این سوال پاسخ بدن. و نکته مهم اینه که امتیاز منفی نداره، حتما تست رو بزنید و نگران نباشید. عالی بود. و ببینیم که جوابا به چه صورته. گزینه 4 صحیح بود بچه ها. خب سوال آخرش. بله. بله. یه موازنه بسیار ساده بچه ها. یه در معادله موازنه شده واکنش فسفوریک اسید با مقدار کافی کلسیم هیدروکسید، نسبت ضریب مولی فسفوریک اسید به ضریب مولی آب کدام است؟ زمان بچه ها آغاز می شود. هر 4 نفر رقیبن، دوستن و قراره که در کنکور شرکت کنن و به زودی باشون آشنا میشم و یه نفرشون جواب غلط زده، میتونه عوض کنه و زمان شما داره تمام میشود و تموم شد. ببینید راهنمایی من چی کار میکنه. و جواب صحیح بود گزینه شماره 1. خب 5 تا سوال تموم شد. بریم کارنامه‌تون رو ببینیم. آقای دکتر بفرمایید. خب بچه‌ها واقعا سوالای ساده‌ای بود به نظر من. دو تاش هم تستای کنکور بود. یه دو تاشو با هم می‌خوایم بررسی کنیم. مثلا این سوالی که پرسیده بودم ازتون، در معادله موازنه شده یه واکنش فسفوریک اسید با مقدار کافی کلسیم هیدروکسید، نسبت ضریب مولی فسفوریک اسید به ضریب مولی آب کدومه؟ خب این واکنش رو اگه به من نشون بدن دوستان تو پاور بعدی، این واکنشش بچه‌ها وقتی موازنه می‌کردید ضریب مولیش 2:6 می‌شد که گزینه 1/3 گزینه درست ما بود که اکثر دوستان هم درست پاسخ دادن. خب اینم تست دومیه که میخوام راجبش توضیح بدم. یه تست کنکور سراسری بچه‌ها. یه همچی تست‌هایی رو دقت کنید که میگه شمار اتم‌های شرکت کننده در معادله موازنه شده سوختن اتان و معادله موازنه شده آلومینیوم با هیدروکلوریک اسید. بچه‌ها شمردن اتم‌ها در یک واکنش کار اصلاً آسون نخواهد. یعنی شما اگه بشمرید شاید 60 تا 67 تا اتم پیدا کنید در یک واکنش، کار اصلاً آسون نیست. خواهش می‌کنم قسمت اول سوال رو رها کنید، به قسمت دوم دقت کنید. میگه در این واکنش کیا گازی تولید می‌کنن یا نمی‌کنن. من می‌دونم اگه پاور بعدی دوستان نشون من بدن، این شمارش اتم‌هاست. بچه‌ها اصلاً این کار ساده‌ای نخواهد بود. ولی من میدونم در واکنش بعدی CO2 و H2O تولید شده که هر دو به صورت گازن. در واکنش پایینی هم H2 به صورت گازه. پس هر دو واکنش من گاز دارند. میشه هر دو گاز تولید شود و فقط یکی از گزینه‌ها
این شرایط رو داره. یه خواهشی ازتون دارم، واکنش های شیمیایی رو اگر بلد نباشید 14 تست کنکور سراسری رو دست خواهید داد، حداقل 14 تا. شما ممکنه سوال مستقیم واکنش بهت ندن، ولی مسئله ای که میخوای حل کنی حتما باید واکنشاشو داشته باشی. ما لیست این واکنش ها رو در سایت پرواز به آدرس www.parvaz99.ir براتون گذاشتیم، حتما مراجعه کنید. خواهش میکنم حتما همه واکنش ها رو حفظ باشید و سر جلسه کنکور آماده اینها رو پاسخ بدید. و اما ممکنه برای شمایی که در منزل نشستید و دوست دارید که این دیویدی های آموزشی رو داشته باشید، این سوال پیش میاد که چگونه میتونید که از این دیویدی های آموزشی استفاده کنید. من به شما میگم کافیه که به شماره تلفن 021-22-69-10-10 زنگ بزنید و تقاضا کنید که این دیویدی ها رو برای شما بفرستن، و یا سامانه پیامکی 3008 عدد 99 رو پیامک کنید، و یا به سایت www.parvaz99.ir مراجعه کنید و اونجا اطلاعات دقیقی کسب کنید. و اما قسمت بعدی بچه ها سوالاتی هست که هر سوال 150 امتیاز داره و من از شما میپرسم، سوالاتی مربوط به اطلاعات عمومی یا هوش. من تند میخونم ولی شما زمان دارید که فکر کنید. میگه کدام واژه در ردیف بقیه قرار نمیگیرد؟ سائقه، برق، تندر، آذرخش. زمان آغاز میشه. خیلی ساده است، خیلی ساده است، خیلی ساده است بچه ها خیلی. یه نفر اشتباه جواب داده، سری درستش کنه و درست نکرد، برف من گوش نکرد و گزینه شماره 3 بود، یعنی تندر. سوال بعدی میگوید که کدام کلمه در ردیف بقیه نیست؟ طلا، برنز، نقره، مس. طلا، برنز، نقره، مس. زمان شروع شد. بله سوال شیمیاییه، من میخواستم ماسک بزنم بیام چون بله سوال شیمیایی. زمان تموم شد و چقدر بچه ها خوب جواب ندادن. بعضیاشون گزینه صحیح برنز بود. آقای دکتر صالحی راد شما بفرمایید چرا جواب برنز بود؟ بچه های دقت میکردن سه تاش عنصر بود دیگه، طلا، نقره و مس. بچه ها عنصر های جدول تناوبی هن، ولی برنز عنصر نیست، برنز یه آلیاژ دیگه. مطلع. شما احتمالاً اون گزینه رو انتخاب کردید که فکر کردید طلا، نقره، برنز مثلا مدال گرفتن. بله. بعد نیست، مدال مثلا نیست. بله بچه‌ها، می‌گم اینجوری بررسی کردید. اون برای المپیکه، انشالله المپیک می‌بینیم شما رو. سوال بعدی میگه که کدام یک میتواند شامل ستای دیگر شود؟ زبان گنجشک، عقاقیا، کبوته، درخت. خیلی ساده است. زمان شروع شد. سریع انتخاب کنید تا من راهنماییتون کنم. بچه ها انتخاب کنید، سه نفر غلط زدن، عوض کنید، زود باشید. زمان تموم شد و گزینه صحیح بود درخت. درخت فلسفه اگه خونده باشید، درخت چیز کلی تریه که اونا میتونن در اون قرار بگیرند. اونا اسم درختن. بله نوع درختن، ولی خود درخت یک کلیه که دارای انواعیست. سوال بعدی میگه کدام کلمه از باب انفعال نیست؟ انتقاد، انکسار، انجماد، انقباض. زمان بچه ها آغاز میشود. بچه ها سریع جواب بدید، سریع جواب بدید. بچه ها زمانتون داره تموم شد تا من راهنماییتون کنم. دو نفر غلط زدن، سریع. و زمان تموم شد و اون کسی هم که درست زده بود یهو عوض کرد جوابشو. اشکالی نداره، بود انتقاد، نقد دیگه ریشش. بسیار خوب. سوال بعدی میگه کدام یک از اسمهای زیر از ترکیب دو اسم تشکیل یافته است؟ کاهگل، شهرستان، سنگلاخ، چهل چشمه. زمان بچه ها شروع میشه برای پاسخ دادن به این سوال. یکم سوال پیچیده است ولی یه نکته انحرافی توشه. بچه ها سری 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 و زمان شما تموم شد. بریم ببینیم خانم کابوسی به چه گزینه ای پاسخ دادند. گزینه کاهگل درست بود. خانم کابوسی گزینه یک جوابم. چرا؟
کاه یه معنا میده و گل هم معنا داره، اما چهل چشمی که اساسا از سه تا ترکیب تشکیل شده و شهرستان اون یکی هم همینطور. سوال تموم شد و بریم کارنامه شما رو اول نگاه کنیم. خانم کابوسی، شما دوست داری چه کاره بشی؟ من دوست دارم پرستاری بخونم. پرستاری بخونی؟ آفرین. در روز چقدر درس میخونی؟ میانگین 3 تا 4 ساعت. 3 تا 4 ساعت. خانم خلیلی، شما چی دوست داری چه کاره بشی؟ من دوست دارم دندان پزشکی بخونم. دندان پزشکی بخونی انشالله. روزی چند ساعت درس میخونی؟ 6-7 ساعت. 6-7-8. آره؟ عالیه. خانم حنیفه لو، شما چطور؟ پرستاری. پرستاری دوست داری بخونی انشالله. روزی چند ساعت درس میخونی؟ 6 ساعت. خانم مقصودی، شما چه غذایی دوست داری؟ قرمه سبزی. چه غذایی بلدی درست کنی؟ هیچی. چه رشته‌ای دوست داری؟ داروسازی. شما چه غذایی دوست داری؟ همه غذاها. از چه غذایی بدت میاد؟ همه غذاها. از کله پاچه بدت میاد. عالیه. خانم خلیلی، شما چه غذایی دوست نداری؟ پسنجون. چه غذایی دوست داری؟ ماکارونی. پسنجون دوست نداری، ماکارونی دوست داری. بله. خب خانم کابوسی، شما چه غذایی دوست داری؟ همه غذا. چه ورزشی دوست نداری؟ ورزش پینگ پونگ. دوست ندارم. آره دیگه، همش توپو بد بزنن اینجوری آدم خسته میشه. به هر حال مدام باید این کارو انجام بده و ممکنه خسته کننده باشه. خب از شما 4 نفر یه نفر باید حذف بشه، یه نفر که امتیاز کمی داره. من همیشه اینجا یه پیشنهاد میکنم، میگم مثلا خانم خلیلی. کیه خانم خلیلی؟ من. شما هستی خانم خلیلی. 150 هزار تومان بگیری و از این مسابقه بریم بیرون و اینجا رو تخلیم. نه خیلی. چرا؟ نه 150 تومان کم. 150 تومان کمه؟ بله. 160 تومان. نه. خانم مقصودی، 170 تومان از این مسابقه کنار بکشید. نه. نه؟ اشتباه دارید میکنید. نه. اشتباه دارید میکنید. اشکالی نداره. شما خانم کابوسی، 200 هزار تومان از این مسابقه خارج بشید. نه. نه؟ بسیار. خانم حنیفه لو، شما چی؟ نه. منو چی نگفتم؟ میخواین توی مسابقه باشید؟ گفتید نه. پس بفهمید گفتید نه دیگه. آقای دکتر نگفت نه. سوالو بذارید منعقد بشه بعدن دیگه. آفرین دیگه. ویتامین کا باید مصرف کنن که منعقد بشه، چون برای انعقاد خون خیلی خوبه. خب از شما 4 نفر هر کدوم 50 هزار تومان بگیرید، با هم برید بیرون. نه؟ خب زنگا بیاد بالا لطفاً. من بهتون قول میدم 150 هزار تومان میدم به هر کسی که از این مسابقه الان بره بیرون. بسیار. شمارش معکوس میدید. باید زنگ بزنید به یه نفرتون خارج شه، وگرنه من خودم یه نفر خارج میکنم. بریم. 7 6 5 4 3 2 1 بزن زنگو. هیچ کس زنگ نزد. خب منم خسته شدم. هر 4 نفر برن سر جاشون وایسن. به هر 4 نفر هیچ پولی نمیدیم و هر 4 نفر باید مسابقه رو ادامه بدن، ولی سوالات سخت میرسه. هر سوال 150 امتیاز دیگه، نه هر سوال 200 امتیاز داره. و جناب آقای دکتر حنیف افخمی 3 تا سوال براتون میخونه. بچه ها اینجاست که من یه ارفاق کردم به شما و شما رو نگه داشتم توی مسابقه، ولی دفعه بعد 2 تاتون از این مسابقه میرید بیرون. یک سوال معنی لغت بریم. معنی کدام گروه از واژه ها تماما درست است؟ 1. شوخگن، زیباروی، مندرس، کهنه. 2. نکهت، بوی خوش، سحاب، باران. 3. هدا، شعرخوانی عرب برای شتر. فتا، جوانمرد. 4. تلمیح، به گوشه چشم اشاره کردن. میعاد، دعوت شدن.
زمان شما آغاز می شود. هر سوال 250 امتیاز و اینجاست که برنده میتونه تغییر کنه. بهتون قول میدم و پاسخ صحیح بود گزینه شماره 3. فقط من اینو برای بیننده های عزیز میگم که زیر عکس هر کس تیک سبز یعنی درست جواب داده و زبدر قرمز یعنی پاسخ غلط داده. سوال بعدی لطفا بفرمایید. در کدام بیت ها هر دو آرایه استعاره و جناس وجود دارد؟ الف: اهل دل گر جان بران سر و روان افشانده اند، از نسیم گلشن وصلش روان پرورده اند. در نفیرش مرد و زن نالیدند. بله. ب: آن خط عنبرشکن بر برگ گل دانی چراست؟ نافه مشک است که در جیب نسرین کرده اند. جیم: خلق را از لعل میگون تو مستی داده اند، عقل را از چشم فتان تو مفتون کرده اند. دال: سنبالش قارت ایمان نکند چون نکند، لب لعلش مدد جان نکند چون نکند. آن سهی سر و روان از سر پا ننشیند، تا من دل شده را و بی سر و بی پا نکند. گزینه 1 آقای دکتر دال بده. گزینه 2 الف به جیم، گزینه 3 به دال جیم و گزینه 4 جیم ه دال. اینم دال. بله. خب بچه ها زمانتون شروع میشه. 3 نفر جواب غلط دادن. بچه ها سری جواب. 4 نفر جواب غلط دادن. بچه ها 4 تاتون جواب غلط دادید. زبدر قرمز خورده. آها. بعضی ها درست شد. 2 نفر دیگه هنوز جواب غلط دادن. بچه ها سری عوض کنید. نگاه نکنید به هیچ چیز. و زمانتون تموم شد و اون 2 نفری که جواب غلط داده بودن به حرف من گوش دادن که من به گزینه صحیح بود گزینه شماره 2. سوال بعدی لطفاً. آقای دکتر سوالات شما اینقدر طولانیه وقتی یه دونه‌شو می‌خونید من فکر کنم 5 تا تموم شده. اگه فقط یه دونه بوده. بفرمایید خواهش می‌کنم. ادبیات کم طول و تفصیل داره. بله خیلی زیباست ادبیات. کدام بیت با عبارات دوستت دارم از این رو مکافاتت می‌کنم تناسب مفهومی دارد؟ تست آسونی نیستا. قشنگ حواستون رو جمع کنید. حبیب آنجا که دستی برفشاند، محب از سر نیفشاند، بخیل است. این گزینه 1. گزینه 2: دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت، بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت. گزینه 3: سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد، تا روی در این منزل ویرانه نهادیم. و 4: هر سیل که برخواست ز کوثار محبت، اول به در خانه آباد من آمد. بسیار عالی، زمان شما آغاز میشه. منم بچه‌ها مثل شما نگاه کردم، با اینکه حدود فکر میکنم 200 سال میگذره از زمانی که کنکور دادم، ولی من درست پاسخ دادم و الان دارم میبینم که بعضی از شما هم درست جواب دارید، به خصوص اونایی که تیک سبز زیر عکسشون این ور ببخشید عکسشون این ور خورده. زمان تموم شد و گزینه صحیح بود گزینه شماره 4. سوال راحتی بود آقای دکتر. 3 تا سوالتون تموم شد؟ بله دیگه. خب 3 تا سوال پرسیدند آقای دکتر. ما بریم کارنامه ها رو اول ببینیم لطفا. خیلی سپاسگزارم. یکی از مضامینی که توی کنکور خیلی جدی است قرابت معنایی. ما 9 تا تست قرابت معنایی توی کنکور داریم، یعنی خیلی از 25 تا 9 تا خیلی درصد بالای یعنی 1/3. و برای قرابت معنایی دونستن مضامین پرکاربرد در قرابت معنایی بسیار به انسان کمک میکنه. ما اینها رو در لوح‌های فشرده خودمون
اووردیم یه روش خیلی جذابی که کتاب محور نیست، موضوعی محوره و به شدت به بچه‌ها کمک میکنه که بدونن که باید چه کار بکنه. این تست رو قبلا داشتیم، دیدیم اینو و تست سختی هم بود. البته نوع خوندن خیلی به بچه‌ها کمک میکنه و باز هم از مزیت‌های یک لوح فشرده اینه که با صدای معلم آشنا میشن، خوندن شعر رو از طریق شنیدن یاد میگیرن. اون 4 تا بیت داشتیم، هر بیتی یه مفهومی داشت. مثلا بیت یک مفهوم جانبازی بود، بیت 2 مفهومش سختی کشیدن عاشق و ستمکاری معشوق بود، بیت 3 مفهومش غم مثبت بود و بیت 4 اینکه عاشق از همه بیشتر رنج میکشد. اینو مثلا کجا داشتیم؟ ما سیاه گلیمان را جز بلا نمیشاید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. شعر حفظی سال 3 بود. آقا میگه شعر حفظی مهمه، مگه مهمه چیه؟ مهم هست که تو 94 اومد، این تست سال 94. همه این مفاهیم تو کتاب درسی هست. اگر دانش آموز بخواد اینا رو لابلای کتاب درسی بخونه البته خوبه، ولی خب سخته. اما اگه بخواد اینا فهرست بشه براش توی جریان یاد بگیره، خیلی یادگیریش چیه؟ راحت تره. و البته دقت داری که طراح تست مفاهیم تو یک حوزه ورده، همش تو حوزه عشق. خیلی خوب، برای همین اگر کسی به مفاهیم دقت کرده باشد راحت میتونه این مفهوم بزنه که عاشق از همه بیشتر رنج میکشد و مفهوم سوال هم همین بود. باز توصیه میکنم برای قرابت معنی زدن حتما خوندن موضوعی قرابت معنایی به شما کمک میکنه و خودتون رو از این امکان خوب محروم نکنید. کسانی که دوست دارند از مسائل آموزشی و دیویدی های آموزشی پرواز استفاده کنند، کافیه که به شماره تلفن 021-22-69-10-10 زنگ بزنید و تقاضا کنید که این دیویدی ها رو برای شما بفرستند و یا سامانه پیامکی 3008 عدد 99 رو پیامک کنید و یا به سایت www.parvaz99.ir مراجعه کنید و اونجا اطلاعات دقیقی کسب کنید. چطور بود مسابقه؟ بد بود؟ عالی بود. عالی بود؟ متشکرم. خانم کابوسی مسابقه چطور بود؟ خوب بود. توی خانوادتون دانشجو بچه کدومتون دارید؟ شما خانم خلیلی. برادر یا خواهر؟ خواهر. چه رشته‌ای می‌خونن؟ برق. برق. شما علاقه نداشتی به رشته‌های اینجوری فنی و این. کمک می‌گیرید ازشون تو درس خوندن؟ بله. چه درسی مثلا؟ ریاضیات. چیکار کنیم ما الان به نظرتون؟ خانم کابوسی شما نفر اول هستید. وایسید نه، اینجا نفر اول هستید، نه که کلا نفر اول هستید. خانم کابوسی شما 150 تومن بگیرید و از این مسابقه خداحافظی کنید. قبول نمی‌کنید. باش. کی حاضر 200 هزار تومن بگیره و از این مسابقه بره بیرون؟ این پیشنهاد من عالیه ها. 220 تومن. نه، 220 تومن زیاده. 200 تومن. 210 تومن. 200 نه. 200 تومن یک کلام. خودمون 195 خریدی. بله؟ کلاً جایزه 300 تومنه. خیلی به نفع. خیلی واقعاً نگاه کنید من دارم ضرر میکنم اینجا. من به خاطر تغییر شغل دارم این کارو انجام میدم واقعاً. میدونی؟ چیکار میکنی؟ 200 تومن یه نفر بگیره و از مسابقه خارج شه. بگن الان دارم 2 نفر رو بهش میگم بره بیرون ها. 2 نفر قراره بره بیرون. چیکار میکنی؟ شما داری فکر میکنی؟ شما 2 نفر. خانم خلیلی 200 تومن. تا 3 میشمارم. 1 2 2 75. همیشه 2.75 رو میگفتم. 2.83. 2.90 چند؟ 90 چند؟ 2.92. 2.92. 200. یعنی 3. هیچ کس بیرون نرفت. اون خانمی که 210 تومن می‌خواست بدیم. 210 تومن؟ خانم خیلی میگه 210 تومن. 210 تومن از مسابقه بری بیرون. یه کاری میکنم. خانم حنیفلو. خانم حنیفلو من 250 تومن به شما میدم از مسابقه برید بیرون. شما 220 تومن خودت هم که گفتی نمیخوای؟ نه دیگه. شما مشتری نیستید، فقط دارید وقت ما رو میگیرید، اشکالی نداره. 250 تومن قبول. نه.
شما الان گفتی 220 تومن بعد میگی 250 تومن. دلارم اینجوری نوسان نداره در از یک دقیقه انقدر بالا پایین بره. خودتون این قیمتو گفتید. من کی گفتم؟ گفتم نه من به ایشون گفتم 250 تومن، به ایشون گفتم. فرق میکنه. پس دستاتون بره رو زنگ. هر کس که فکر میکنه امتیاز کمتری آورده، شمارش معکوس داریم از مسابقه خارج میشه. خب؟ ببینیم با هم. شمارش معکوس. بشمارید. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هیچ کس زنگ نزد. متاسفانه باید خداحافظی کنیم با دو نفر که دیگه جایزه هم بهشون نمیدیم. 200 تومن هم نگرفتن، 220 تومن هم نگرفتن. چی؟ شما انصراف میدی؟ دیگه دیر شد. دیگه دیر شد. چقدر من هنجرم پاره شده الان. انقدر که گفتم برف من گوش بدید و گوش ندید. چقدر من بعد اینجا گشت بخورم از دست شما. این جمله رو یادتونه معلم ها میگفتن؟ الان ماجیک میخوریم. الان ماجیک میخوریم. خب متاسفانه باید خداحافظی کنیم با خانم حنیفلو. خانم حنیفلو و خانم مقصودی، شما دو نفر امتیازتون از همه کمتر بود و باید از این مسابقه برید بیرون. اگر صحبتی دارید خانم حنیفلو بفرمایید. من سر کلاس آقای سال ایراد بودم، واقعا خیلی خوب بود، دوست داشتم یه بار دیگه شون از نزدیک ببینم که نصیبم شده شون. متشکرم. پس به خاطر همین دوباره میذاریم تو مسابقه باشن. پس شما بمونید. خانم مقصودی شما حرف پایانیتون رو بزنید. خیلی خوشحال شدم که تو این برنامه بودم، از سخنان استادان بهره بردم. متشکرم. پس شما هم بمونید. خانم کاووسی شما چی؟ خوشحال نشدید از اینکه اینجا بودی؟ چرا خوشحال؟ خوشحال شدی؟ بله. خب برای اینکه این خوشحالی شما ماندگار باشه باید با شما خداحافظی کنی. شما امتیاز کمی آوردید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. تشویقشون بفرمایید. گفتم 220 تومن بگیر گوش ندادی. گفتم 220 تومن بگیر و توی این مسابقه باش. شما یادتونه چی بهتون گفتم؟ یادتون نمیاد؟ پس چجوری میخوای تست کنکور بزنی؟ باید خداحافظی کنیم با سرکار خانم هانیه خلیلی. ایشون هم امتیازش کم بود. 220 هزار تومن هم از دست داد، اما اشکالی نداره، با اعتماد به نفس سر حرفش وایستاد و گفت من از این مسابقه خارج نمیشم. با شرکت کننده‌های عزیزمون هستیم. بچه‌ها خسته نباشید. مرسی مامان. مرسی همچنین. بچه‌ها چرا زنگ نزدی؟ فکر می‌کردم خوب جواب دادم ولی دوستان بهتر بودن. دیگه همینجوری. فکر نمی‌کردین اگه زنگ بزنین به خودتون یه فرصت مجدد می‌دین که دوباره برگردین توی مسابقه؟ درسته اینطور بود، ولی خب نمی‌دونستم که سوالام خوب جواب ندادم. فکر می‌کردم خوب جواب دادم سوالا رو. وقتی که مجری اعلام میکرد که مثلا گزینه دو بوده یا گزینه چهار بوده، متوجه میشدین که غلط زدین یا درست دیگه؟ ولی جوابای بغل دستیمونو که نمیدونستیم. خب بیشتر سوالا رو درست زده بودیم، ولی خب انگار که بچه ها دیگه همه رو درست زده بودن. سه سوال بعدی، هر سوال 250 امتیاز. جناب آقای دکتر مهدی سالگی راد از شما میپرسه. بچه ها اینجا هر کس درست جواب بده برنده مسابقه ماست. یه خطای کوچیک کار تمومه دیگه. آقای دکتر جواب جان، یه راهنمایی کنیم بهشون. گزینه 4 درسته. نه نه، از این جهت که اختلاف این دوتا بچه ها کمتر از 250 امتیازه. بله بله بله، یعنی حتی اگه یکی یه تست رو درست جواب بده میتونه برنده مسابقه باشه. و یه راهنمایی دیگه هم میکنم. گزینه 3 صحیح نیست. نه، این سوالی که دارم میخونم رو اگه به حواس بچه ها به طول مسابقه بود همین الان میتونستم بزنم. یعنی این سوالیه که من در تحلیل قبلی به عنوان یک سوال مثال حل کردم. میخوایم ببینیم اصلا حواسشون بود بچه ها ما تحلیل میکردیم؟ داشتن دست همدیگر نگاه میکردن، دست همدیگر حرف میزدن، نورا رو نگاه میکردن. چقدر جالبه اینجا. شوخی میکنم، الان اینجا مشخص میشه. الان مشخص. این دقیقاً تستیه که من به عنوان یک نمونه سوال در تحلیل قسمت قبل برای بچه‌ها حل کردم. بسیار بخونم براشون. خواهش می‌کنم. میگه شمار اتم‌های شرکت کننده در معادله موازنه شده واکنش سوختن اتان در مقایسه با معادله موازنه شده واکنش آلومینیوم با هیدروکلوریک اسید جاخالی و در جاخالی واکنش، حالا یا دوتا واکنش یا یکیش یا هیچ کدوم، فراورده گازی تولید می‌شود یا نمی‌شود؟ بچه‌ها زمان بچه‌ها آغاز می‌شود و ببینیم که چه گزینه ای رو میزنید. بچه ها زمانتون هم شروع شده و من نمیگم، ولی مثل که یکیشون حواسش بوده چون زیر اسم یکیشون تیک سبز خورده،
و زمان تموم شد و پاسخ صحیح بود گزینه شماره 2. سوال دوم رو میشم. بله سوال دوم، ولی حواسشون بچه ها گویا بود. بله یکیشون بودا، یکیشون کمتر. بله خب بر اساس قانون آووگادرو، یک سوال خیلی ابتدایی بچه ها، یک سوال واقعا ابتدایی. بله اصلا بر اساس قانون آووگادرو چه اتفاقی میفته؟ حجم مولی گازها در فشار و دمای ثابت 22.4 لیتره. در دما و فشار ثابت گازها به نسبتهای حجمی معینی با یکدیگر ترکیب میشوند. در شرایط استاندارد یا استیپی 22.4 لیتر از گازهای مختلف جرم برابری دارند. در فشار و دمای ثابت یک مول از گازهای مختلف حجم ثابت و برابر دارند. و زمان شما شروع میشه خانم حنیفه لو. بهتره که به مانیتورت نگاه کنی تا اینکه به این ور اونور نگاه کنی. و زمانشون داره سپری میشه و تموم شد و گزینه صحیح هم یه نفر درست زد، گزینه 4 بود. تیک سبز یعنی یه نفر درست زده، زبدر قرمز رو که دارید میبینید یعنی یه نفر جواب غلط زده. با هم صحبت نکنید بچه، اگه با هم صحبت کنید 500,000 تومان از هر کدومتون میگیرم. جریمه ها رفته بالا دیگه قیمتش. بله ولی تفاوت بچه ها تو این تست کاملا مشخص خواهد شد. پس یه خواهشی دارم جانب. هیچ راهنمایی نکنید. هیچ راهنمایی نمی‌کنید. چون بذار معلوم بشه که چه کسی واقعا باید برنده بشه. چون خواهش این تست تفاوت واقعا دارش. خواهش می‌کنم که اون کسایی هم که اونجا نشستن راهنمایی نکنن. لطفاً بفرمایید آقای دکتر. تست سراسری سال 93 بچه‌ها، کدام گزینه نادرست است؟ 14 لیتر از هر گاز ایدئال در شرایط SCP شامل 6.25 ضرب در 10 به توان منفی 3 مول از آن گاز است. در هواکنش تجزیه یک ماده مرکب به عنصرهای تشکیل دهنده خود مبدل می شود. 5000 مول هیدروژن سیانید از 90.33 ضرب در 10 به توان 20 اتم تشکیل شده. در هر واکنش جابجایی دوگانه همواره دو ماده مرکب شرکت دارند. بسیار خوب بچه‌ها، زمان شما شروع می شود. بریم ببینیم که چه کسی جواب صحیح میده. زمانتون داره تموم میشه، بدوید بچه ها. و زمان تموم شد. من درست به شما گفتم. بله شما درست گفتید و گزینه صحیح بود گزینه شماره 2. سوال تموم شد و بریم کارنامه شما رو اول نگاه کنیم. من در واقع تستی رو که تست تعیین کننده ما بود جواد جان، که تست آخر هم بود و در واقع برنده ما رو مشخص کرد رو براتون انتخاب کردم و یه نکته بسیار مهم تو این تست بود که به راحتی میشد این تست رو جواب داد اگر به یه سری نکات دقت کنید، استرس نگیرید. این تست کنکور سراسری سال 93 بود و اشتباهی که اکثر داوطلبای ما میکنن و احساس میکنن تعداد تست های کنکور مسائلش خیلی زیاده، واقعا این شکلی نیست. ما حد اکثر در کنکور 16 مسئله داریم، اما خیلی وقتا طراحای باهوش کنکور شما رو به یه اشتباهاتی میندازن. این تست رو با هم دیگه نگاه کنیم. وقتی تست رو در نگاه اول شما میبینید، احساس میکنید که ما دو گزینه داریم که هر گزینش یه مسئله است، مثل گزینه شماره 1، مثل گزینه شماره 3. میبینید که گزینه شماره 1 خودش یک مسئله است یا گزینه شماره 3 خودش یک مسئله است. اما چرا اینقدر فکر نکنیم که قرار نیست اول مسئله ها رو حل کنم؟ بیام اول متنها رو بخونم، شاید جواب من در سوالهای مفهومی و جملات مفهومی باشه و اینا رو من تسلط دارم، با دیویدی هایی که دیدم، با کتاب هایی که خوندم اینها رو مسلط شدم و میتونم مفاهیم رو به آسونی جواب بدم. نگاه کنیم بچه ها، گزینه شماره 2 رو می‌خوایم با هم بخونیم. این جمله خیلی ساده است که همه شما مطمئنم بلدید. وقتی میگه در هر واکنش تجزیه یک ماده مرکب به عنصرهای تشکیل دهنده خود مبدل می‌شود، شما یه
واکنش بسیار ساده میتونه تو ذهنت باشه، مثل واکنش تجزیه سه آ سه او سه میدهد سه آ اوی به اضافه سه او دو. شما دیدی یک واکنش تجزیه وجود داره که به عنصر تبدیل نشده. خیلی از واکنش های تجزیه این شکلی هن. پس من بدون توجه به قسمت های مسئله ای سوال و فقط با دونستن یک مفهوم بسیار ساده، یه تست طولانی کنکور 93 رو میتونم حل کنم. دوست خوب من، یک، تسلط بر مفاهیم کتاب درسی. دو، حتما بلخص به دانش آموزای گل سال سوم این رو میخوام بگم، ماشین حسابتون از امروز بذارید کنار، ماشین حساب دشمن شما سر جلسه کنکور خواهد بود. حتما روش محاسبات ما رو در دیویدی ها نگاه کنید. با روش های ضرب و تقسیمی بسیار ساده ما تمام تست های کنکور رو حل میکنیم، اصلا نیاز به ماشین حساب نیست. شاید قیافه یه تست یا قیافه یه عددی برای شما خیلی بزرگ باشه، ولی قطعا با یه محاسبه خیلی کوچیک و دونستن یه نکات‌های ساده ضرب و تقسیمی شما جواب درست خواهی رسید. مطمئنیم که این گونه خواهد شد. ایشالله که موفق باشید و در کنکور سراسری حتما نتیجه خوبی کسب کنید. و اما ممکنه برای شمایی که در منزل نشستید و دوست دارید که این دیویدی های آموزشی رو داشته باشید، این سوال پیش میاد که چگونه میتونید که از این دیویدی های آموزشی استفاده کنید. من به شما میگم کافیه که به شماره تلفن 021-22-69-10-10 زنگ بزنید و تقاضا کنید که این دیویدی ها رو برای شما بفرستند، و یا سامانه پیامکی 3008 عدد 99 رو پیامک کنید، و یا به سایت www.parvaz99.ir مراجعه کنید و اونجا اطلاعات دقیقی کسب کنید. و اینجا قراره که برنده مسابقه مشخص بشه. هر دو نفر لطفاً بیان اینجا بایستن. بفرمایید. با تشویق دوستانتون از مؤسسه آموزشی برهان از شهریار آمدند. خب کی شد؟ مسابقه چجوری پیش رفت خانم مقصودی؟ خیلی خوب بود. فکر می‌کنی برنده ای یا نه؟ صادقانه. نه، خودت چی فکر می‌کنی؟ یا برنده یا برنده نیستی؟ کدوم؟ شاید برنده باشی. نه، یکیشو بگو. برنده یا برنده نیستی؟ نه، برنده نیستی. خانم حنیفلو، شما فکر می‌کنی برنده هستی یا برنده نیستی؟ نه، برنده نیستی. یعنی جفتتون برنده نیستی. پس برنده امشب ما من هستم. خب، یه کاری انجام میدم. مثلا چقدر پول پیشم دارم؟ 150,000 تومان هر کس که دوست داره از این مسابقه خارج بشه من بهش میدم. نفرت قبلی 240,000 تومان میدم هر کس بخواد از این مسابقه خارج شه. 260. ببین من میگم 240، شما میگی 260. من اگه میگفتم 260 شما میگی 280. 20 تومان همیشه میخوای بالاتر بگی. 260 بگم خارج میشی این مسابقه؟ 260,000 تومان پکیج آموزشی که داریم و میدهیم به هر کسی که از این مسابقه خارج بشه. قول میدم که این کارو میکنم. شما از مسابقه خارج میشی. خانوم فائزه حنیفلو از مسابقه خارج میشه و وایسید و 260,000 تومان میگیره. خانوم مقصودی، من به شما 280,000 تومان میدم اگه هم مسابقه خارج بشی. نمیخوای. شما 260,000 تومانتو میگیری و از مسابقه خارج میشی. چرا این کارو میکنی خانوم علی فلو؟ چون فکر میکنم زهرا تعداد سوالاش جوابای درستش بیشتر از من بود. خب خانوم مقصودی، شما چی فکر میکنی؟ زهرا مقصودی، من میخواستم شانس رو امتحان کنم. نه، فکر میکنی که برنده مسابقه هستی؟ اون برای نگاه نکنی. فکر میکنی برنده باشی. پس خانوم فائزه حنیفلو 260,000 تومان گرفت و از مسابقه خارج شد. تشویقشون بفرمایید لطفا. خانم حنیفلو، میدونی که شما برنده مسابقه بودی؟ نه. بیا اینجا. خانم حنیفلو، شما برنده مسابقه بودی ولی خودت خواستی که از مسابقه خارج شی و 260,000 تومان گرفتی. چی کار کنی؟ دیگه قبول کردی دیگه. پس یه زنگ بزن لطفا. بزن اون زنگه. بزن. آها. حالا از مسابقه بریم بیرون لطفا. خدا حافظ. خب خانم حنیفلو خسته نباشید. خیلی ممنون. میبینم که همچنان پر انرژی هستی مثل اول برنامه.
بله فکر میکنم پر انرژی باشم خیلی بهتر. خب سوال برات چطور بود؟ سخت؟ آسون؟ خوب بود، آدم به چالش میکشید، خیلی خوب بود. فکر میکنی چقدر تونست دیدتو باز کنه نسبت به کنکور؟ خیلی، تلاشم چند برابر میشه. بعد اینکه فکر میکنی تا اینجا برسی؟ نه اصلا. خانم حنیفلو درست انتخاب کرد، یعنی امتیازش پایین‌تر بود، بنابراین خودش حد زد که درست انتخاب کرده، از مسابقه خارج شد، ولی یه ضرری به ما زد و باعث شد که من 260 هزار تومان بهشون بدم. اما برنده واقعی ما سرکار خانم زهرا مقصودی هستند. تشویقشون کنید. خانم مقصودی، شما فکر میکردی برنده بشی قبل از اینکه بیای توی این مسابقه و وقتی که رفتی اونجا با اون 4 نفر ایستادی یا نه؟ صادقانه بگو. نه خیلی استرس داشتم. چرا استرس داشتی؟ اصولا در امتحانا استرس داری؟ بله. جدی؟ الان این باعث شد که استرست کم بشه، یعنی بدونی که در یه فضای مسابقه اومدی که حتی از کنکور هم ممکنه سخت‌تر باشه با این همه آدمی که اینجا وایسادن، این همه نور و این سرعت و این هیجان. بله. کمک کرد به؟ خیلی. آرزوی موفقیت میکنم. دوست داشتی چیکاره بشی؟ داروساز. برای یک داروساز آینده دست بزنید. برنده ما مشخص شد، ولی برنده واقعی همیشه گفتم اون کسایی هستن که به علم گوش میدن و یاد میگیرن، یعنی شمایی که بیننده ما بودی. اما شما ممکنه دوست داشته باشید توی این مسابقه شرکت کنید. ما این امکان رو برای شما گذاشتیم. فقط کافیه که تلفن همراهتون رو دستتون بگیرید و در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید که هر شب به 4 نفر 150 هزار تومان و در ماه به 1 نفر 2 میلیون و 500 هزار تومان جایزه میده. بشنویم این سوالات رو. خب ما یه تستی رو راجع به آرای صحبت کردیم که آرایه هایی که یه تک بیت میده و از شما میخواد که بگه کدوم گزینه جواب تسته و 3 تا گزینه باید غلط داشته باشه توش. مثلا الان آرایه ما اینه: سرم هنوز چنان مست بوی آن نفس است که بوی عنبر و گل ره نمیبرد به مشام. گزینه 1 کنایه مجاز حسن تحلیل. گزینه 2 جناس کنایه پارادوکس. گزینه 3 کنایه اسلوب مجاز. و گزینه 4 تشبیه اغراق و اسلوب معادله. امیدوارم با گوش دادن به روش هایی که بهتون گفتیم و با مراجعه به لوح های فشرده ما بتونید توی این مسابقه موفق و برنده باشید. خیلی متشکرم خانم ها آقایان. برنامه ما تموم شد. آرزوی موفقیت برای همه کسایی که میخوان بهترین گزینه رو انتخاب کنن. بدرود. خداحافظ.